بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بينا دقنا عزيزي محترم أرز أدب والسلام دارم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ببرنامه فتاوى باهاشم هستم که در این برنامه به سوالات شرعی مطرح شده پاسخ داده خواهد شد و شما بینندگان عزیز محترم میتونید که سوالات خودتون رو با ایمیل هایی که زیر نویس خواهد شد پیامتون ارسال بدارید تا در برنامه های بعدی ما به پاسخ به اونها بپردازیم. اولین سوالی که امروز برنامه من انشاءالله باش آغاز خواهیم کرد اینه که جوانی داره میپرسه که جوان 20 ساله هستم، از دختری خواستگاری کردم که اهل دین و اخلاق و مشغول تحصیل می باشد، اما بعد از خواستگاری پدر دختر به صورت خصوصی برایم نقل کرده که دختر او نیست، بلکه اون رو در زمان شیرخوارگی از پرورشگاه جایی تحویل گرفته و اکنون در دوراهی مانده ام که نمیدونم چه کار کنم. بسیار دختر خوب و با معرفت و اهل اخلاق می باشد، می ترسم که اگر پدرم بدونه با این امر مخالفت کند. چه کار کنم؟ راهنمایی کنید. آیا شرعن می تونم باش ازدواج کنم یا اینکه کسی که پدر و مادرش مشخص نباشه باش ازدواج کردن باش حرام است؟ آیا درست است؟ نه. نظرت می خوام. سوال پرپیچ و خم است. اگر متوجه شده باشید ایشون خواستگاری کردن از یک دختری که ازش خوشش اومده. حالا طبعا عاشق وقتی که از کسی خوشش بیاد طبیعی است که در مدح او قصوری نخواهد کرد و اهل اون رو اهل دین و معرفت و اخلاق و اهل طاعت و اینا به هر حال مطرح میکنه، معرفی میکنه. نمیخوایم متهمش کنیم که چنون چیزی نیست، اون داره بد میگه. نخیر، میخوام بگم که به هر حال معمولا وقتی که انسان موافق یک امر باشه سعی میکنه در قبول کردن اون به دیگران به هر حال از تعریف و تمجید به هر حال کم نکنه. حالا امیدوارم که بدون شک، امیدوارم انشاءالله بدون شک اینطوری هست و منم امیدوارم که چنون چیزی باشه. مسئله ما اینه که ایشون الان میخوان ازدواج کنن با این دختر که ازش خوشش اومده، اما این مشکلاتی داره که الان مطرح فرمودن و میترسه از خانواده خودش که اگر بدونه اون رو به هر حال ممانعت به عمل آورن و اون رو نذارن که این کار بکنه، این مطلب. حالا سوالشون این که چه کار کنه اولا، ثانیا به هر حال میخواد بگه آیا این ازدواج کردن با این شخص حرام هست یا حلال. با این دختر همچون دختر ازدواج کردن میگیم که کسی نگفته حرام هست، زیرا که دختر گناهی نداره، ایشون مسلمان هستن، اهل طاعت هستن، اهل اخلاق هستن، اهل ادب هستن، چنانچه ایشون خودشون فرمودن بیان کردن. پس اولا که بگیم شرعاً حرام هست یا حلال هست، نه حلال هست، کسی نگفته حرام است و که درست نباشه، اما یک مقاصدی هست که فقها به هر حال استنباط کردن از این وصلت، یعنی از هر وصلتی، از هر ازدواجی مقاصدی وجود داره، همچنان که خداوند عز و جل نقل می‌فرمایند و بیان می‌فرمایند. بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ببینید هدف از ازدواج همون سکنا گرفتن هست، یعنی خوشی کردن در کنار همدیگه، ایجاد محبت و دوستی، اینها از مقاصد ازدواج هست. پس هر چیزی که فقها این رو یعنی حمله کنه به این، هر چیزی که هر شرطی که تضاد ایجاد کنه با این مقاصد، با این مقصد و با این هدف، اون رو به هر حال دورش خط کشیدن یا اون رو ممانعت به وجود آوردن. به عنوان مثال خیلی از فقها یا جمهور فقها در ازدواج مسئله کفاعت رو شرط کردن، مثلا هم کف باشن، یعنی تقریبا مستوا در هر از هر نظر در یک مستوا باشن، خانواده عروس و خانواده داماد به هر حال ایشون
در یک مستوا باشند، یا اینکه بگیم خود دختر با این پسر از در یک مستوا باشند. حالا بعضی گفتن این مستوا فرق میکنه در ذات خودش، یعنی برمیگرده به نسب، بعضی میگن به اوضاع اجتماعی، بعضی میگن به هر حال به اخلاق و سواد و همه اینها رو چی ذکر کردن. حتی در شغل و بعضی گفتن نه در مسلمانی است فقط، به هر حال بعضی گفتن همه اینا میباید دارا باشه. جمهور پس بر کفاعت شرط کردن. تا چرا؟ تا اینکه سبب این نشه که یکی از اون دو دیگری رو تحقیر کنه که تو در این مرتبه نبودی که من باید ازدواج کنم، اما به هر حال من از خودگذشتگی کردم، من به هر حال تنزل به خرج دادم، من فلان کردم. تا اینکه چیه ایشون عذاب وجدان براشون پیش بیاد، اون خانم اون طرف دوم و هر کسی بخواد شوهر باشه یا خانم باشه، اینکه عذاب ببینه، اون راحتی و اون آسایشی که میبایستی در ازدواج باشه فراهم بشه براش پیش نیاد. بله در ماهای اول شاید اینو چیزی نشه، در ماه دوم شاید نباشه، شاید در یک سال اول هم نباشه، اما بعد از گذشت مدتی یا چند سالی طبیعی است که حالا وقتی که روابط ها تقریبا به حالت عادی خودش برگرده، اون زمان است که حالا یکی از اون دو که برتری داره به نظر خودش چیکار کنه بر دیگری منت بذاره. این احتمال وجود داره. همینجاست که علما چیکار کردن؟ کفاعت رو شرط کردن که در یکی هم مستوای همدیگه باشن، تا اینکه فرد مقابل رو تحقیر کنه و اون رو چیکار کنه، اون رو اذیت کنه و اون آسایش رو ازش سلب بشه. پس اینجاست که اگر شرط کردن قصد چیه؟ توفیر اون هدفی است که شریعت در نظر گرفته در ازدواج. چون میدونید که ازدواج فقط تنها ایجاد نسل نیست، دخیل اینطور نیست که شما فقط فرزند داشته باشید، نخیر، راحتی شما و آسایش شما همه اینها از مقاصدی است که چه شریعت در نظر گرفته. پس اینجاست که الان آیا کسی که پدر و مادرش مشخص نباشه آیا هم کف است به شما که حالا از هر خانواده‌ای بخواد باشید؟ حداقلش اینه که چیه، شما پدر و مادرتون مشخصه. آیا فکر نمی‌کنید که در مستقبل اگر به هر حال ظاهر بشه این امر، این قضیه، از خانواده شما اون رو تحقیر نکنند، آیا شما میتونید از حقشون دفاع کنید؟ این مسئله ایست که حالا میگیم که کراهت داشتن یا کراهت نداشتن برمیگرده و بشه وابستگی پیدا میکنه. جمهور بر اینن که کفاعت شرطه. اگر هم کف نباشن خب اصلا میگیم که شاید بگیم مکروه باشه ازدواج با اون هم دو، احتمال این خطر وجود داشته باشه که بهش اشاره کردیم. طبعا به این منظور این کفاعت رو شرط کردن و شرط گذاشتن. اما بعضی از علما و از اهل ظاهر هستن که هم کف بودن رو همون اسلام رو میدونن، اما اینکه اوضاع اجتماعی شما چطور باشه، اوضاع اجتماعی ایشون چطور باشه، حد نظر بر حال حالا مجهولیت نسب باشه نباشه، این مسائلی است که زیاد بهش اعتبار ندادن، زیرا که فرمودن که انما المؤمنون اخوه، بنا به دلیل عامی که وجود داره از قرآن و سنت اینه که چیه، اینها رو نمیشه در نظر گرفت، یعنی شرایط رو نمیشه در نظر گرفت، هم کفاعت رو نمیشه شرط کرد، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که من ترضان خلقه و دینه فزوجوه، کسی که از اخلاق و دینش چیه خوششتون اومد راضی باشید، پس بهش زن بیدید، معنی نداره اگه ازتون خواستگاری کرد بهش بیدید دخترتون رو و به ازدواجشون در بیارید. پس اینجا اینها میگن که هم کفاعت شرطه. بنابراین و به اون مقصد و مطلبی که اشاره شد، اگر شما براتون اهمیتی نداره و میتونید از حقش دفاع کنید و اون مورد به هر حال اذیت و آزار دیگران از جماعت‌های شما، از خویشاوندان شما قرار نمیگیره، شما میتونید از حقشون دفاع کنید، خب خیلی هم خوبه، باشه ازدواج کنید، معنی هم نداره. اما اگر میدونید که نمیتونید از حقشون دفاع کنید، حق ضایع میشه و اینکه مورد تحقیر از طرف خانواده شما برای واقع بشه و پدر، مادر، برادر یا خواهر بیشتر علی کل حال این مشکل رو براشون ایجاد میکنن، در این صورت خب افضل اینه که شما این کار رو نکنید تا اینکه آسایشش سلب نشه و اینکه شما از خودگذشتگی نشون بدید و این کار بکنید بسیار محل تمجید و
به هر حال محل تمجید است که بگیم که واقعا توفیق پیدا کردین که کار بکنید و اجر ثوابی هم داره براتون. میریم سال دومی. برادر میفرمایند یا خواهری که یکی از نزدیکانم در نماز خیلی شک و تردید میکنه که ظاهرا با گذشت زمان این مسئله برایشون هم چیه بیشتر و بیشتر میشود. بله، حالا اگر ممکن هست لطفا راهنمایی کنید که آیا نماز ایشون صحیح هست یا نه. البته در همه نمازهاش میتونم بگم در اکثر نمازهاش معمولا سجده سهو میکنه، که حالا برای اینکه اشتباه پیش اومده باشه آیا به نظرتون نمازشون درست هست یا چه راهنمایی میتونیم بکنیم براشون. معمولا شک واقع میشه در عبادات و راهلهایی هم داره در شریعت، اما اگر این شک نباشه بلکه یک وسوسه باشه و یک بیماری باشه، دیگه علما گفتن که نباید بهش اعتبار داد و نباید بهش رو داد به قول خودمون. حالا مسائلی است که شک درش ما نباید ازش تبعیت کنیم و نباید احکام شک رو براش اجرا کنیم. از اون مسائل کسی که نه هرگاه در عبادتی که پایان یافته و شما تمومش کردین، حالا نشستین به عنوان مثال، بعد یادت اومد، نه که یادت اومد، فکر کنید که حالا اشتباهی صورت گرفته، کم خوندید یا زیاد خوندید به عنوان مثال، تردید داره، شک داره، دیگه بهش اعتباری داده نمیشه. خب عبادت تموم شده، پایان یافته، شما فکر کنید در نماز بودین، نماز تمام شده، شما الان وارد اذکار و اودیه و اینا ادعیه و اینا شدین، حالا این شک براتون پیش میاد که آیا نمازتون کامل بود یا نبود، یا اینکه شما کم خوندید، کوتاه خوندید، به هر حال اشکالی داشته یا نه، بهش اعتباری داده نمیشه و فکر نباید دربارش فکرم کرد، دیگه جایی نداره، راهی هم نداره، تمام شد. اما اگر یقین کنید مسئله دیگره، ما صحبتمون تو شکه، آیا شما این کار کردید یا نکردید، آیا کم شده یا نشده. اما اگر شما مطمئن بودین و یقین پیدا کردین که دی عبادت میبایست یک انسان کامل انجام بده، بدون شک میبایست برگرده به عبادت، حالا شروع میکنه، جدید میکنه با یا اینکه کاملش میکنه، به هر حال حرفی بین فقها که الان بهش نمیپردازیم. پس مرحله اول که اگر بعد از عبادت شک بیاد بهش اعتباری داده نمیشه و انسان بهش توجه نمیکنه. دوما هرگاه این شک مبدل بشه به وسواس، به بیماری، برای علاج این بیماری گفتن که حالا به هر حال پادزرش اینه که دیگه شما بهش توجه نکنید، چون هرچند بیشتر بهش توجه کنید، بیشتر بهش فکر کنید، بیشتر بخواید که حالا راهکارهایی که داده شما انجام بدید چیه، این براتون بیشتر و بیشتر میشه، اضافه میشه هر روز، همچنان که به هر حال در سوال مطرح شده بود که روز به روز چیه، این بیشتر میشه. ما ظاهرا یه میان برنامه داریم، بعد از میان برنامه مسئله رو تکمیل خواهیم کرد. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز محترم، برمیگردیم به سوالی که مطرح شده بود و آن این که کسی که وسواس داره یا کسی که شک میکنه در عبادات، گفتیم که بر حال در چند جاست که علما گفتن نباید بهش توجه کرد و نباید بهش اعتبار داد، و یکی بعد از اتمام عبادتی اگر این پیش بیاد انسان نباید بهش فکر کنه، بهش توجه کنه، کاری بهش نداره. ثانیاً اگر این وسوسه، این به صورت وسوسه در بیاد، یعنی نه اشتباه باشه، نه شک و تردید باشه که اشتباهی صورت پذیرفته باشه، بلکه به صورت یک بیماری است که فرد داره و در هر عبادتی براش پیش میاد، همچنان که برادرمون فرمودن روز به روز چیه، بیشتر و بیشتر میشه و فزونی پیدا میکنه، اینجاست که این هم نباید بهش اعتبار داد، زیرا که هرچند شما بهش بپردازین و بخواید حالا برای دفع این شبهه و این شک و این تردید حالا شما کارهایی کنید، این بازم براتون چیه؟ برات پیش میاد در عبادت بعدی و در عبادت بعدی و حتی در هر عبادت دیگه این براتون پیش میاد. پس نباید برای علاج این مسئله نباید اصلا بهش فکر کنید و حق هم ندارید بهش فکر کنید، هر چیزی که به هر حال بوده اون صحیح است، مگر اینکه یقین کنید.
یقین کنید که حالا شما در عبادتتون خللی وارد شده، نقصی وارد شده، حالا برای جبران نقص طبعا میبایستی کاری رو انجام بدید و الا نبایستی بهش چیه بهش فکر کنید. علما گفتن که حالا ما چه زمانی میتونیم بدونیم که یا چگونه میتونیم بفهمیم که این شک هست یا این وسواس، یا آخه حالا این هم خودش یک مسئله، زیرا که هر دوش در حال همون فعل است و همون حرکت، یک نوع تردد و در تردید داشتن در فعل عبادتی که انجام گرفته از طرف شما یا نگرفته، یعنی که ناقص بوده، درسته؟ حالا چه زمانی میشه گفت این وسوسه هست و چه زمانی میشه گفت که نه این شک هست و تردید هست؟ حالا ما گفتن اگر در هر عبادتی روزانه یک بار این پیش بیاد، یعنی هر روز این بار پیش بیاد در یکی از نمازها، این میشه وسوسه. ببین تو این حد، نه اینکه در هر نمازی برش پیش بیاد، چه رسد که به افرادی که در هر رکعت برشون پیش میاد ولا حول ولا قوت الا بالله، اینها که بدون شک اینها بین و بیماری بهشون دست داده، وسوسه هست. اگر قرار باشه که در هر نمازی شک کنی که آیا کامل خونده یا کامل نخونده، نقص داشته یا نقصی نداشته، اینجاست که میگیم الان ایشون مبتلا به همون بیماری وسواس شدن و اصلا بهش اعتبار نکنه و اصل اینه که ایشون داره نمازشو کامل و بدون نقص میخونه و نیازی به سجده سهو هم نیست براشون. اگر این ادامه پیدا کنه با این شیوه بخواد بره پیش، طبعا با اینکه بهش توجه نکنه بدون شک طولی نخواهد کشید که ایشون انشاءالله شفا پیدا خواهند کرد و از این مشکل رهایی خواهند یافت ان شاء الله تعالی. سوال بعدی ما، سوال کننده میفرمایند اگر بخواهیم روزه قضامون رو با یک سنتی همراه کنیم، جمع کنیم، آیا اجازه داریم یا نه یا خیر؟ بعضی از علما، بعضی از دوستان اهل دین به ما میگویند که این جایز نیست و بعضی هم این رو جایز میدونن، رد نمی کنن. ما در دوراهی موندیم و نمیدونیم چه کار کنیم که بچه زمانی این جمع کنیم. بله ببینید، در انجام عبادات، عبادت هایی که حتی مستحب هست، عموما عبادت ها بعضی موقع شریعت اون رو معین کرده که شما انجام بدید، من انجام بدم. حالا بعضی موقع در این تعیینش با جزم خواسته که واجب بشه، واجب خواهد بود، حتما میبایست این کار کنیم. بعضی موقع نه، تشویق کرده، ترغیب کرده. اگر کسی در فلان روز، روز عاشورا به عنوان مثال روزی بگیره، گناه یک سالش چیه؟ آمرزیده خواهد شد. اگر کسی روز عرفه بگیره، گناه دو سالش امید هست که آمرزیده خواهد شد. پس تشویق شده، ترغیب شده، درسته؟ روزه حالا نمازای پنج وقت، نماز جمعه، روزه رمضان، اینا دیگه چیه؟ نه، اینها اجبار شده، تکلیف شده اینا، درسته؟ پس وقتی که یک تکلیفی باشه، اون تکلیف رو انسان میبایستی انجام بده، دیگه چیزی دیگه در اون نمیشه جمع کرد، درسته؟ یعنی فرض دیگر. اما در عبادت های سنت، در مستحبات، باز هم همانند این عبادات ها که احیانا تعیین شده، بعضیش تعیین نشده، یعنی انجام فعل مطلوب هست و اینکه حتما این نماز باشه، اسم باشه یا این روزه باشه، چنون چیزی نیست، بلکه انجام گرفتنش و سنتی رو احیا کردنش مطلوب هست، اما تعیین نشده. مثلا روزی گرفتن دوشنبه پنجشنبه، نماز ضحا خوندن، نماز تحیه مسجد خوندن، نماز وضو به هر حال سنت وضو خوندن، اینطور نیست که حتما کسی که وضو بگیره حتما دو رکعت مستقل وضو بخونه و اینطور نیست که هر کس وارد مسجد شد حتما دو رکعت مستقلانه نمازت به عنوان نماز تحیه مسجد باشه. مسجد تحیه داره، سلام داره، حالا این که شما نشینید نماز بخونید، حالا هر نمازی باشه، شما چیه؟ اون مطلوب رو به جا آوردید،
نمازتون شاید نماز قضا باشه، عجله هم دارید، به عنوان مثال وارد مسجد شدید نماز قضاتون خوندید، تحیه مسجد به جا اومده. یعنی شما اون تحیه مسجد، اون سلامی که میبایستی شما شروع کنید چیه؟ انجام دادید و به جا آوردید. پس اگر بگیم که عبادت مقصوده باشه، یعنی معین باشه، فعلش معین باشه، همانند شیش روز شوال، همون روز، همان نمازهای قبلیه و بعدیه و روزی چنانچه گفتیم عرفه و عاشورا، اگر اینها مقصوده باشه، یعنی انجام دادن اون فعل مشخص شده مطلوب هست، درسته؟ پس من و شما نمیتونیم که یک مقصود دیگر رو بخویم با اون چیه جمع کنیم. بر همین مبنا علما گفتن که اگر کسی روزه قضایی داشته باشه و بخواد این روزه قضا رو با شش شوال جمع کنه، امکان نداره، درست نیست. چرا؟ گفتن که خود شش روز شوال در اصل مقصوده هست، معینه که میبایست شش روز شوال روزه گرفت مکمل رمضان باشه. حالا شما نمیتونید که رمضان رو، روزه واجب رمضان رو با این چیکار کنید؟ جمع کنید. اما مثلا هر دوشنبه ها، پنجشنبه ها رسول الله صلی الله علیه و آله روزه می گرفتن و در این روز پنجشنبه می فرمودن که اعمال بالا میره و دوست دارم اعمالم در حال بره بالا که من در حال عبادت باشم، در حال روزه باشم. مثلا رسول الله تشویق کرده که این روزه رو که روزه بگیره در این روز، اما علل و اسباب خاصی ذکر نکرده که مختص بشه پنجشنبه به روزه گرفتن برای این. حالا من و شما تشویق کنه، نه خیر، یک سنت هست، مستحب هست و همچنین 3 روز از هر ماه مثلا باز رسول به هر حال مستحب هست که انسان انجام بده، اما مقصوده نیستند همانند شوال و عرفه و ذلحج، عرفه و تاسوعا و عاشورا. پس ما میتونید که روزهای قضایتون رو در دوشنبه پنجشنبه قرار بدین تا اینکه هم نیت پنجشنبه داشته باشین و طبیعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده باشین و هم قضاتون به جا اومده باشه. و این چیه؟ این درسته و این صحیح هست. اما شما نمیتونید که فکر کنید که شما نماز قبلی ازتون گذشته، سنت قبلی، الان بعد از نماز میخواهید که قبلی با بعدی جمع کنید در 2 رکعت. نه، درست نیست، صحیح نیست، جمع نمیشه. چرا؟ زیرا که خود قبلی مطلوبه، درسته؟ بعدیه هم مطلوبه، مطلوبه یعنی مستحق مؤکد، درسته؟ که مکمل فرض باشه، اما نه اینکه واجب باشه و تکلیف باشه. پس چون هر دو مطلوبن نمیشه جمعشون کرد، درسته؟ اما فکر کنید شما الان قبلیه دارید، میخواید قبلیه بخورید، وارد مسجد شدید، میتونید با تحیه مسجد جمع کنید و این درسته و این صحیح است. امیدوارم که الان با این شرح شما به نتیجه رسیده باشید که کدام سنت میشه جمع کرد با عبادت دیگه و کدام نمیشه که صحیح نیست. میپردازیم به سوال بعدی ما که برادرمون میفرمایند ما در منطقه زندگی میکنیم که در دید و بازدیدهایی که داریم برای خویشاوندان معمولاً زنا و مردها، یعنی از همون خانواده در یک مجلس و در سر یک سفره به هر حال نهار یا شام میخورند و با هم هستند و به صورت دست جمعی. آیا این نشست و برخاست ها درش گناهی هست یا نه؟ که همه به هر حال با زن و فرزندانشون با هم هستند و خویشاوند هستند، محرم نیستن البته، مثل برادران و اینها. حالا این میگه براش حکمش چی هست؟ در حدیثی است که از رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید لا یخلون رجل بامرأت الا مع ذی محرم، او كما قال صلی الله علیه و سلم، خلوت نکنه مردی با زن بیگانه ای مگر اینکه یعنی تنها نباشه، مگر اینکه چیه؟ محرمی وجود داشته باشه، یعنی شخص ثالثی و بیشتر از آن چیه وجود داشته باشند. و در یک حدیث دیگه میفرماید، طبعا حدیث صحیح هست، امام بخاری روایت کرده بود و در روایت دیگری هست که امام احمد روایت فرمودن لا یخلون رجل بامرأة، که میفرماید فإن ثالثهم الشیطان، زیرا که سومی اون دو چیه؟ شیطانه که وسوسه میکنه براشون و وارد که به هر حال
هر اشتباهی صورت بپذیره. خلوت کردن یعنی این که حدیث خاصی بین دو نفر نامحرم رد و بدل بشه بدون این که کسی دیگه متوجه بشه. با این تعریف احتمال داره که در یک مجلسی که چندین نفر نشسته باشن بازم خلوت‌های صورت بپذیره. پس این طور نیست که حکم کنیم حتما یک فردی در یک مجلس باشه با یک خانم، یک دختری یا خانم نامحرمی، بگیم این خلوت به وجود اومده. اما اگر افرادهایی در مجلسی باشن و فردی از میان اونها با یکی داره به هر حال حالا چت میکنه، به هر حال حالا اس ام اس میده، یا اینکه به هر حال با واتساپ داره صحبتهایی دارن، رد و بدل میکنن، بگیم این خلوت نیست. نه خیر، این هم خلوته. خلوت این که به هر حال در بین دو نامحرم حرفهای رد و بدل بشه، مکاتباتی صورت بپذیره بدون اینکه دیگران بفهمن چه خبر هست و داره چی میشه، این میشه خلوت. پس خلوت اینطور نیست، اشتباه نفهمیم، که فقط یک نفر در یک مجلس باشه، یک نفر دیگه برها درش وارد بشه، یعنی که دو نفر نامحرم باشن به هر حال، بس این میشه خلوت و اون خلوت نیست. نخیر، پس هرگاه حدیث خاصی بین دو نفر نامحرم به هر حال رد و بدل بشه، حالا در اون جامعه جمع باشن، تک باشن، هر چی باشه، چیه، این صحیح نیست و این حرام میشه و این جایز نیست. اما اینکه ایشون فرمودن در یک مجلس با هم هستن، برادرانی با همسرانشون، با فرزندانشون و به هر حال خویشاوندانی جمع هستن در یک مجلس یا در یک سفره دارن غذا میخورن، اینها آیا این صحیح هست یا صحیح نیست؟ ببینید، عموما برای تا این هیچ شبهه پیش نیاد و هیچ خلاف پیش نیاد، هیچ مشاکلی در مستقبل پیش نیاد، بهتره که انسان حالا مجلس زنانه و مردانه داشته باشه، مستقل نباشه و هیچ احدی هم این رو محکوم نکرده که دو مجلس جدا باشه بگیم حالا این کار خوبی نیست. این طور باشه فبها و نعمه، سوالی هم پیش نمیاد و اشکالی هم پیش نخواهد اومد و به هر حال کاملا درسته و مراعات خلاف هم شده. اما اگر حالا مسائل و شروط رعایت بشه و اونها با هم باشن، دیگه از علما و جمهور علما این رو محکوم نکردن. و اون شرایط چینه؟ چی هست؟ اینه، اولا خب اونها دیگه جمع هستن، کسی تنها نیست دیگه، تنها نباشن. دو، اظهار زینت نشه، یعنی خانم های نشان که اظهار زینت کنن. ظاهرا ما یک میان برنامه داریم، بعد از میان برنامه همین شروط رو چیه کامل خواهیم کرد. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و محترم، برمیگردیم به سوالی که مطرح شده بود، این که جمعی به هر حال از یک خانواده، از یک عشیره، از یک حالا خاندان با هم نشست و برخاست داشته باشن خانوادتن در یک مجلس، آیا این درست هست یا نه؟ حکمش که جایز است یا جایز نیست گفتیم که حال اگر منفصل باشه که اولاتر و بهتر و افضلتر، اما اگر در حال با هم باشن که هم زنان هم مردان در یک مجلس نشستند، اگر این شروط رعایت بشه جایز هست. و آن این که اظهار زینت نباشه، خانم ها زینتشون رو به هر حال آشکار نکنند، حالا اینطور نباشه که ایشون از یک آرایش خاصی به هر حال آرایش خاصی به کار برده باشن و بخوان اون در مجلس حاضر بشن که متاسفانه امروزها این چنین چیزی وجود داره. این طبعا محکوم هست، طبعا جایز نیست بدون شک. حالا که زنی بخواد آرایش خودش رو اظهار کنه، حالا پیش برادر شوهر و در حال عموی شوهر و دایی شوهر و مسائل دیگه، الان بگیم اینا خیلی نزدیک باشن براشون، پس پسران برادرانش و همچنین، پس چنین چیزی این خلاف شرع هست، خلاف قرآن هست، زیرا که قرآن دستور پوشش میده و اینکه ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، که اظهار زینت چیه؟
نکنند مگر اون چیزی که چی آشکار باشه و همچنین قد بسر درش صورت درش مراعات بشه. اینطور نباشه که حالا به مسخره و به هر حال اینها بپردازن و همچنین اینطور نباشه که لمس به پیش به هر حال صورت بپذیره، حالا سلام هم دیگه کنن، دست هم دیگه بگیرن. طبعا این همه اینها چیه؟ محکوم هست و جایز نیست. پس بهتره که انسان مراعات کنه، بهتره که انسان دوری بجویه، هرچند قانون شریعت زیر پا گذاشته بشه حکمش و حرمتش چیه تشدید پیدا میکنه و جایز نیست. مثل اگر در مجلس باشه اظهار زینت باشه، اگر در مجلس باشه و حالا مسخره و صحبت های بلند و از این مسائل و چیزهایی باشه که خلاف عرف و عادات شریعت باشه، اینها چیه؟ محکوم هستن. بله، امیدوارم که به هر حال جوابشون رو داده باشم، زیرا که از همین حدیث هم پیداست. خب ببینید، وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که لا یخلون رجل بامرأت الا مع ذی محرم، مردی با یک زن بیگانه نبایستی در یک مجلس خلوت کنه، در مجلس باشه، مگر اینکه سومی باشه. یعنی چی؟ یعنی که حضور نامحرم، حتی نامحرم این کسی که میتونه باشه ازدواج کنه، مثل به هر حال حالا یه خانم با برادر شوهرش، حالا لازم نیست که دو تا اجنبی که همدیگه رو نمیشناسن که حالا شون شاید کم پیش بیاد. درسته بیشتر این مشکلات برای افراد یک خانواده پیش میاد. از همین جاست که از رسول الله فرمودن، از رسول الله سوال شد که حالا وقتی درباره محرم نامحرم اینها سوال کردن، فرمودن که برادر شوهر، و فرمودن که برادر شوهر دیگه این حکم مرگ داره، این دیگه طبیعی است که زیاد پیش میاد و مشکل ایجاد میکنه. به هر حال ایشون رسول الله میفرمایند که الا مع ذی محرم، یعنی این که پس در یک مجلس اگر رفت و آمد قرار بگیره و محرمی وجود داشته باشه، مرد عاقل و دالغ و بانا، بالغ و دانا، نه اینکه حالا یه پسر بچه همراه خودشون داشته باشن بگن که نه ما مرد سومی همراهمون هست و این اشکال پیدا نمیکنه. نه خیر، حتما میبایستی چی؟ بالغ و عاقل و دانا باشه. در این صورت رسول الله فرمودن که الا مع ذی محرم، یعنی چی؟ یعنی جایز است، وقتی که محرم وجود داشته باشه جایزه. پس از این حدیث استنباط میشه که چیه؟ ما میتونیم حالا در یک مجلس با هم دیگه نشست و برخاست داشته باشیم، اما رعایت ادب اسلامی چیه لازم هست که خدمتتون عرض شد. سال بعدی ما برادری فرمودن که حکم خطبه جمعه اگر به غیر از عربی باشه، زبان عربی باشه، چطوری است؟ آیا صحیح هست یا نه؟ ما در منطقه ما هنوز متاسفانه با عربی خونده میشی، با وجود این که ما هیچ کدوم که نشستیم در زیر منبر عربی وارد نیستیم، عربی بلد نیستیم. بله، خب طبیعی است که به هر حال اسلام الحمدلله گسترده تر از اونه که ما فکر میکنیم. خب در خیلی از مناطق ها هستن که معمولا عربی وارد نیستن، عربی نمیدونن. ببینید، منظور از خطبه چیست؟ خطبه یعنی وعظ و ارشاد افرادی که در مسجد هستن، نصیحت کردن اونها و همچنین برحال راهنمایی کردن اونها، احکام دین براشون توضیح دادن، احکام دین، حالا حلال، حرام، مکروه، انجام دادن، انجام ندادن، واجب، همه اینها چیه؟ خب احیانا انسان در خطبه، در روز جمعه، در جمعی که وجود داره، در اعیاد چیه صحبت میکنه، در روزهای، فکر کنید در ایام عید، احکام روز عید، احکام قربانی، احکام دیگر مسائل که وجود داره انسان چیه بیان میکنه. همچنین مشاکلی که وجود داره در جامعه، برای حل و فصل اون مشاکل چیکار میکنه؟ انسان اونجا مشکل رو مطرح میکنه و از برحال راه چاره میده، بیان میکنه که این کار نکنن. حالا فکر کنید در یک جامعه که عربی بلد نیستن، افرادهایی بخوان این رو با عربی مطرح کنن، این هدف خب چیه؟ این هدف به دست نمیاد، این هدف نمیتونه به هر حال به دست بیاد و این مقصد پیدایش پیدا کنه. اینجاست که رسول خداوند عز و جل میفرماید که وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه،
ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر چی با زبان خود اون قوم. خب فکر کنید بالا هر زبانی که بوده و پیامبری براش اومده در بین فارسی زبانان فارسی زبان، در بین عرب زبانان عرب زبان، در بین عبری زبانها عبری زبان، خب هر کسی در زبان خودش تا اینکه به هر حال اون چیزی که مطلوب است بتونه درک کنه، بتونه بفهمه که چی دارن بهش میگن. هر قرار اگر قرار یک با زبان دیگه براش صحبت کنند که نه. پس وقتی که منظور از ارسال نبوت این هست که خطاها و اشتباهات رو تصحیح بشه و قانون الهی به هر حال پایریزی بشه، طبعا میبایستی برسان قومش باشه. حالا شما من و شما به عنوان دعات که در جامعه قرار داریم حتما میبایستی به زبان اون باشه، به اون زبان باید خطاب کرد به مردم تا مردم بفهمن که خب ما داریم چی میگیم، چی میخواییم ازشون، درسته؟ پس اینکه خطبه نماز جمعه عربی باشه همش خب بگیم خب این سزاوار نیست، بلکه ببینید خود خطبه که واجب هست طبعا دارای علمایی گفتن این دارای ارکان و شروط و این هاست. اگر ارکان خطبه به عربی باشه به عنوان مثال، خب برای اینکه خارج از خلاف باشه که افراد بگن حالا حتما عربی باید باشه، شما ارکانش رو با عربی بجا بیارید، بقیه رو چیه صحبتاتون رو به همون زبان محلی هر چی میخواد باشه، فارسی باشه یا زبان دیگری، زبان دیگری باشه. ببینید شما طبعا همون حمد و ستایش و تمجید هست که با عربی میگید، الحمدلله مثلا صلوات بر رسول است که همون عربی میگید، اللهم صل علی محمد و آل محمد. آیه از قرآن میخونید که طبیعی است شما هنگام به هر حال موضوعی که داری بیان میکنید استدلال میکنید، استدلالتون از قرآن هست از سنت است. خب این بهتره که در استدلال ها شما از آیات با عربیش حتما خونده بشه، عربیش بخونید. و همچنین دعا هست که طبعا دعایی معمولا با عربی دعا میکنن بیشترن. پس وقتی شما این ارکان ها رو و این واجبات رو شما به جا بیارید، دیگه هیچ اشکالی نداره که شما حالا به هر زبانی که بخواید حالا مردم رو پند و اندرز و نصیحت بدید، هیچ مشکلی ایجاد نمی کنه. سالی است مهم طبعا که حالا خواهری فرستادن، خواهری بیان کردن که بیش از 30 سال هست که ما عروسی کردیم یا از عروسیمون میگذره، چندین فرزند هم داریم، اما بعد از این مدت به ما گفته اند که شما زن و شوهر با هم محرم هستین و حرام هست که شما زندگی زن و شوهی داشته باشین، زیرا که میگن که مادر بزرگمون به هر دوی ما شیر داده، یعنی دختر و پسر خاله هستیم، درست؟ خب حالا زندگی برای ما تاریک شده، ما کاملا از همدیگه فاصله گرفتیم، ناراحت هستیم. اما مادر بزرگم که الان سنی از گذشته و میگه من شیر دادم ولی چند بار دادم نمیدانم و زیاد دادم شاید، و ما مادرمون مادرش یعنی که خاله من باشه مادر شوهرم این رو انکار میکنه، میگه بله شیر داده اما نه به اون صورت. مگر من حالا کجا بودم؟ به هر حال میگه که حالا ما چیکار کنیم، هرچند که میگه حالا مادر بزرگمون چندان فکرش هم برابر نیست. یه سوالی که پیش میاد اینه که ببینید سوال متوجه شدین که حالا بعد از اینکه 30 سال یا چندین سال گذشته از ازدواج اینها، به هر حال ایشون گفتن که میگه ایشون میگن که حالا از خویشاوندانمون طلبه شدن، بعد طلبگیشون اومدن به هر حال خواهرانمون اینو گفتن یا دامادمون اینو گفته، حالا زندگیشون برایشون تنگ و تاریک شده. اولا انسان به توصیه من به همون طلاب علم که به مجرد اینکه حالا ایشون احکامی رو یاد گرفتند نبایستی این رو خصوصا در مسائل اجتماعی، اینها در حد نیستن که بیان این رو تطبیق کنن در جامعه بر خواهر و مادر و دیگران، مثلا حالا مثلا اینکه شیر خورده یا نخورده و حالا بخواد به حکم بده که شما بر همدیگه حرام هستین یا شما بر که این رو میبایستی ارجاع بدن به هیئت فتاوایی که وجود داره در مناطق و یا مراکزهای اسلامی که علما درش برار هستن و مدیریتش رو بر عهده دارن که این مسئله بررسی بشه. ببینید شما یکم توجه بفرمایید، 30 سال گذشته
اون زمان که مادر بزرگ ایشون سر عقل بوده و فهم بوده و میدونسته داره چی کار میکنه چی میگه، اون زمان زمانی که ازدواج کرده، خب ببین دخترش هست و اینم پسرشه، دختر پسر دخترش هست و دختر دخترش دارن ازدواج میکنن. طبعا اگر این کار درست بود، یعنی این کار اگر درست نبود که ازدواج کنن، شیر داده بود، اگر این کلام صحت داشت که ایشون بهشون شیر داده، همون لحظه خب میگفت دیگه، درسته؟ نه ایشون حق ندارن ازدواج کنن زیرا که به هر دوی اینها من شیر دادم. خب این هم شرایط خاصی داره، به هر حال علما شرایطی براش قرار دادن، سن سال پسر بچه چقدر بوده، کوچیک بوده، کمتر از دو سال بوده، نبوده، بیشتر به هر حال شیر غذاش بوده یا غیر از چیزای دیگه میخورده، چندین بار خورده باشه و همه این مسائل وجود داره. بعد از همه اینها باز همچنان خدمت رو عرض شد، همون اوائل کسی اعتراضی نداشته، مادر بزرگتون چیزی نگفته، مادر بزرگش چیزی نگفته، یا اینکه گفته به هر حال اما به صحت نرسیده. الان خب اصل بر اباحت دیگه، اصل بر چیه؟ بر اباحته، تا اینکه ضدش ضد همون اباحت اثبات بشه که همون شیر خورده یا شیر داده مثلا. خب حالا که ازدواج کردن، فرزندان دارن، حالا شما میخواید این رو برملا میکنید بدون اینکه حجت قاطعی وجود داشته باشه، دلیل قاطعی وجود داشته باشه که این هست و این با اون اصل براءت و داره چی کار میکنه مقابله میکنه با اصل اباحت اشیا. خب خیلی خطرناکه. در اصل اینها برام حلال بودن و حلال هستن و دارن زندگیشون ادامه میدن، تا اینکه حقا ثابت بشه در محضر علما، هیئت فتاوا، که حالا بله در حال کسی که شیر داده متوجه نبوده یا نفهمیده و یا اینکه نگفته یا اصلا اون در اونجا نبوده، بعد پیدا شده، حالا اثبات کرده که چیه این بهش به هر دو اینها شیر داده و طبعا زمان و شروط و همه چیزم چیه مطابقت داشته بر حرمت. خب اصل میشه، خب ما اینو داره در این صورت حالا این علما هستن که حکم میکنن و فتوا میدن و حالا فسخ به وجود میاد. اما اینکه کسی از طلاب علم بیاد این فتوا رو بده و خانواده رو از هم بپاشه، این شرعاً این صحیح نیست و این جایز نیست و خود این طلاب رو میبایستی طبعا اونها رو توجیه کرد که همچون کاری نکنن و همچون مسائل رو پیش نکشن و این کار درست نیست. بله میگی سوالی است که میفرماید که از دوستانمون میگی که در ایستادن به نماز بعضی اینقدر پاشون رو باز میکنن برای اینکه پا رو به پای دیگر بچسبونن و که عادتا این خیلی زشت به نظر میرسه، نظر شما در این باره چیست؟ بله خب بله ظاهرا ما وقتی نداریم البته، اما خیلی سریع این مثال میپردازم. ببینید ما در نماز سنت هایی داریم و مقاصدی هم هست. مقاصد نماز همون خشوع و خضوع و حضور قلبه و سنت هایی است هم که انسان تا اینکه عبادتش مطابق عبادت رسول باشه میبایست اون رو انجام بده، سزاواره که اون رو انجام بده. هرگاه خلاصه بخوام، هرگاه تضادی داشته باشه این سنت ها با مقاصد، با اون سنت رو رها میکنیم تا مقصد ضرر نبینه. در اصل این که ما همه رو به دست بیاریم، همه رو انجام بدیم و این افضل و این بهتره. اما اگر فردی این آگاهی نداره و این فهم و درک این نداره که این بگه سنت هست، پاش به پاش میچسبونه، اون بدش میاد، پاشو میکشه، خب در این صورت شما نباید اون رو اذیت کنید، کسی نباید اون رو اذیت کنه. بذار حضور قلب داشته باشه، بذار حضور ذهن داشته باشه، بذار در حال خشوع و خضوع باشه و شما با این عملتون خشوع اون رو خراب نکنید آخه در نماز و در عبادت. شما میدونید که این اصله، درسته؟ بعدها میتونید حالا بهش بفهمونید که این سنت هست، مستحب است، تا اینکه این عادت کنه و انکار نکنه و این عمل شما بعضی موقع باعث میشه که انکار سنت کنه و این صداوار نیست و این جالب نیست. و ظاهرا ما وقتمون به پایان رسیده و همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.